تلفنی با جناب آقای سلیمی و مهمترین نیاز هموطنان سیل زدمون در استان سیستان و بلوچستان در مناطق مختلف استان را از ایشون میپرسم. عرض کنم خدمت شما سرکار خانم امامی، من فکر میکنم مهمترین نیاز در این وهله هم اون کمک به تأمین مواد غذایی با توجه به ساختاری که در استان بوده مبنی بر تأمین مواد غذایی توسط خود اهالی روستاها و مردم سخت کوش سیستان و بلوچستان به عنوان اولویت اول هست. ما هم در اطلاعیه هامون از مردم خوبمون خواهش کردیم که در وهله اول کمک هاشون رو به صورت نقدی اهدا بفرماین از طریق شماره حساب 99999 و تا بتونیم منطبق با نیازهاشون انشاءالله کمک های مردم نودوستمون رو به هموطنان عزیز سیل زده تقدیم بکنیم. علاوه بر کمک های نقدی و علاوه بر نیازهای غذایی، پتو و وسایل گرمازا جزء ضروریات هست که انشالله اون رو هم خواهشم از هموطنانی هست که در جهت اینکه کرامت انسانی هموطنان سیل زدمون رعایت بشه و حفظ بشه حتما اقلامی رو در اختیار جمعیت هلال احمر قرار بدن که نو و قابل استفاده باشه که خدای نکرده از این باب مشکلی بر هموطنان اون ایجاد نشه. آقای سلیمی، مردم نودوست ما همیشه پای کار هستن. حالا شما اشاره کردید به شماره حساب 99999 که به صورت نقدی اگر مبلغی رو میخوان در اختیار قرار بدن در اختیار سازمان هلال احمر در اختیار شما قرار بدن، اگر حالا طبق آن چیزی که هم آقای حیدری گفتن وسایل گرمایشی، پتو و سایر مواردی که شما هم اشاره کردید از جمله اقلام و مواد ضروری هموطنان سیل زدمون در استان سیستان و بلوچستان یا هرمزگان هست، چطور میتونن با شما در ارتباط باشن؟ به کجاها باید مراجعه کنن؟ تمام پایگاه های جمعیت هلال احمر، مراکز شعبمون، پایگاه هامون، مراکز استان این امکان میسره که بتونن مردم خوب و نودوستمون کمک هاشون رو تقدیم بکنن. مطمئن باشم در اولین فرصت بسته‌بندی، تفکیک مطابق با استانداردها بسته‌بندی و تفکیک میشه، به استان سیستان و بلوچستان هدایت میشه. همکاران خوب ما در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر مسئولیت این هماهنگی رو دارم. داوطلبان عزیز ما که در همه لحظات همراه ما بودن کمک میکنن، بسته‌بندی میشه، تفکیک میشه، جداسازی میشه منطبق با نیازهای شهرستانهای متأثر از سیل و آسیب دیدگان ارسال میشه و توزیع میشه. همه پایگاه به صورت 24 ساعته در تمام مراکز آماده دریافت کمک های هموطنان. متشکرم.